کیوان جاوید هستم و این برنامه نگاه روزی که با هم مشاهده میکنیم. معصومه ابتکار رو در سوئد دعوت کردند، معاون نخست وزیر سوئد. معصومه ابتکار که نماینده یا معاون روحانی در امور زنان و خانواده هست به سوئد دعوت کردند تا در مورد وضعیت زنان با ایشون مصاحبه بکنن یا گفتگو بکنن یا سخنرانی داشته باشم. به هر حال تمام این ماجراها، معصومه ابتکار رو میدونید و میشناسید، چه نقشی در جمهوری اسلامی داشته و چه نقشی در جمهوری اسلامی هنوز داره. در همین رابطه ما شیوا محبوبی رو دعوت کردیم که در رابطه با این سفر و نقدی که به این سفر دارن یا نگاهی که به این سفر دارن از ایشون سوالاتی رو بپرسیم. خوش اومدید شیوا محبوبی به برنامه ما. خیلی ممنون از شما. ببین، اولین سوالی که پیش میاد، چرا دولت سوئد معصومه ابتکار رو دعوت میکنه به سوئد؟ چه میخواد از این ماجرا، از این سفر به دست بیاره؟ بفرمایید. بله، این در ادامه در واقع به قول خودشون توسعه روابط بین دو دولت هستش و در واقع یکی از دلایلش این بود که اینا میخوان روابط تجاریشون رو بهتر بکنن و مخصوصا سعی میکنن از جنبه های مختلف و به توجیه های مختلف سران جمهوری اسلامی رو دعوت بکنن. این در واقع در ادامه همون کاری هستش که در واقع آقایی وزیر دادگستری در نشست ژنو، در نشست شورای حقوق بشر ژنو شرکت کرد، همینطور در کشورهای مختلف زمانی که اتحادیه اروپا با سران جمهوری اسلامی ملاقات میکنه و اینها هم در واقع نشستی بوده که از معصومه ابتکار دعوت کردن و گفتن که اونجا در رابطه با روابط دو کشور صحبت کنن و پیشرفت هایی که به قول خودشون در زمینه زنان در ایران بوده. و ما در واقع کمیته مبارزه برای زندانیان سیاسی این رو از طریق توییتی که خود معصومه ابتکار فرستاده بود همین امروز که نوشته بود که تو توییترش که من دارم دعوت شدم به واسطه معاون نخست وزیر سوئد برای اینکه در مورد پیشرفت‌های غرورآمیز زنان در ایران صحبت کنم، که ما بلافاصله بعد از اینکه این رو دیدیم دست به اقدام زدیم. خود تیم کمیته مبارزه برای زندانیان سیاسی دست به اقدام زد و سریعا اطلاعیه منتشر کرد و در اون اطلاعیه خیلی مشخص به وضعیت گروه ایرانی اشاره کرد. بله، سوالم دقیقا از اینجا شروع میشه. پیشرفت های حقوق زنان در امور زنان، خب اینو هر که، یعنی واقعا دولت سوئد نمیدونه یک دروغ بزرگ پیشرفت در حقوق زنان توسط جمهوری اسلامی؟ اولا ما حرکت های اعتراضی زنان و حجاب برگیران علنی زنان داریم که یکی از این زنانی که حجاب برمیداره رو مأمور جمهوری اسلامی از سکو پرتاب میکنه، پاشو میشکنه و دو نفر از اینا رو دستگیر میکنن، به حکم زندان میدن. و از جمله شما اشاره کردید به گلرخ ایرایی که امروز فکر کنم بالای 70 روز دست به اعتصاب قضا زده به خاطر اجحافاتی که بهش شده و همچنان آتنا دائمی. دولت سوئد نمیدونه واقعا هیچ پیشرفتی در امور زنان نه تنها توسط جمهوری اسلامی نشده، بلکه پسرفت هست. جمهوری اسلامی در این زمینه کارنامهش پسرفته؟ طبعا میدونه. این همون دولت سوئد، همون دولتی هستش که هیئتی رو فکر کنم پارسال بود به ایران فرستاد که حساس زنایی که تون هیئت بودن روسری سرشون کردن. در همون رابطه اعتراض وسیعی شد و اشاره شد به وضعیت زنان در ایران. اتفاقا سوئد کشوری هستش که فعالین زنان در امور ایران به شدت فعال هستند و مرتبا به وزارت خارجه دولت سوئد دارن نامه می نویسن، مطلعشون می کنن که وضعیت زنان به چه شکل هستش. همین هیچ کسی توی دنیا نیست که حتما دولت سوئد هم می دونه که همین مسئله دختران، حرکت دختران خیابان انقلاب با
چه برخوردی روبرو شد، با چه فرستادن به زندان قرچک گرفته تا دادن 2 سال حکم زندان فقط به خاطر اینکه روسریشون رو از سرشون برداشته بودن. اینو مطمئن باشین که این رو خیلی به خوبی میدونه و با توجه به اینا رو میدونه این کار رو انجام میده. وضعیت گروخ ایرانی که اشاره کردین 72 روزه امروز در اعتصاب قضا هستش. خود ما کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در نامه‌های مکررمون به دولت‌های مختلف، به سازمان‌های مختلف از جمله مشخصاً دولت سوئد، ما این رو بارها عنوان کردیم. یعنی اینجوری نیست که ندونن، ولی به نظر من این دهنکجی به اون مبارزات زنان در ایران هست. شما دارین با یک جنایتکار در رابطه با پیشرفت زنان در ایران صحبت میکنین، در حالی که زن در ایران اگر روسریشو برداره به عنوان اعتراض 2 سال حداقل حکم زندان میگیره. کسی مثل آتنا دائمی و گروخ ایرایی جرمشون اینه که از حقوق زنان دفاع کردن. من اینو شما به گروخ ایرایی اشاره کردین. ببین گروخ ایرایی در زندان هستش به خاطر اینکه داستان کوتاهی رو در مورد سنگسار در واقع نوشت، داستانی که هیچ جایی چاپ نشد و فقط زمانی که خونشون رو گشتن پیدا کردن. ما این رو در اطلاعیه‌مون آوردیم که چجوری ممکنه که کسی که در زندان به خاطر نوشتن یک داستان در رابطه با یک عمل شنیع، یک جنایت که سنگسار باشه و حتی منتشر نشده، در زندان داره جونش رو از دست میده، در حالی که خانم وزیر سوئدی میشینه با جنایتکاری مثل معصومه ابتکار که همه میشناسنش داره باشون حرف میزنه. خیلی از مردم، ببخشید وسط حرفتون، خیلی از مردم فکر میکنن دولت‌های اروپایی، خب خصوصا دولت سوئد، ببینید چقدر مسئله زن براشون مهمه و چقدر دولت‌های دموکراتی هستن، دموکراسی رو خیلی رعایت میکنن، ولی چجوری میشه هدف پایه‌ای این که از یک در مقابل جنبش مردم، در مقابل دیم خیزش دیما از حکومت اسلامی دفاع میکنن، چرا این کار میکنن؟ خب ببینید، اولا که همون حقوقی هم که تو سوئد وجود داره به خاطر مبارزات مردم هستش. هیچ دولتی همینجوری هیچ حقی رو به مردم نداده، مردم هیچ کشوری. در این حال به نظر من دولت سوئد و دولت‌های دیگه خوشحال نیستن از خیزش مردم ایران. یعنی ما هیچ گونه شبهه‌ای به این نداریم، هیچ گونه شکی نداریم و به نظر من دقیقاً با این کار رو شما نگاه کنین، دولت سوئد آیا یک نامه صادر کرد؟ همین حالا کسی که اونجا جلالی کسی هستش که سوئد ایرانی هستش و حکم اعدام گرفته، دولت سوئد میدونه این رو، چه کاری در این رابطه براش کرد؟ در چه به نظر من اینو بعد از مخصوصا مذاکرات اتمی و قراردادهایی که بستن، مسئله اینکه چقدر بتونن سرمایه گذاری بکنن، این دولت ها دارن اما اصلا سبقت میکرن. وضعیت زنان در ایران هیچ وقتی به اندازه 2-3 سال گذشته، وضعیت زنان در ایران بی حقوقیشون مخصوصا از طریق مسئله حجاب در دنیا مطرح نبوده. هیچ کسی نمیتونه، حتی توی دهکوره زندگی کنه، یه خط اینترنتی دیده باشه، نمیتونه بگه نمیدونه وضعیت زنان چجوری هستش. ولی این کارو میکنن، این رو ما شکی نداریم. به نظر من بخش مهم قضیه هستش که چی کار بکنیم که جلوی این رو بگیریم. معصومه ابتکار گستاخانه اینقدر احساس آزادی میکنه که توییت میکنه، مینویسه که من دارم در این مورد صحبت میکنم. معصومه ابتکار نباید به خودش جرأت بده توییت بکنه. و به نظر من اینجا مسئله این هستش، هیچ کدوم از ما که نامه مینویسیم، نه کمیته زندانیان سیاسی نه هیچ سازمان دیگه، شکی نداره به این دولت ها و سیاست هایی که هستش. به نظر من اینجا سوال اینه که فشار ما در چه حد هستش. زمانی که آبایی در ژنو در شورای حقوق بشر سخنرانی کرد، با اعتراض وسیعی روبرو شد، طوری که سخنگوی شورای حقوق بشر سازمان ملل برای اولین بار مجبور شد به نامه خود ما جواب بده از طرف کمیته فرستاده بودیم. شاهرودی مثل موش فرار کرد. یعنی به نظر من اینجا ما باید یک سیاست جمهوری اسلامی هم ببینیم. سیاست دولت‌های سوئد و غربی و غیره مشخصه. جمهوری اسلامی سعی میکنه از این قالبان بخواد یه ذره نرمال کنه وضعیت رو. یعنی میاد به اسم اینکه در مورد پیشرفت‌های زنان صحبت میکنه، نم روی لبای مستقیما نمیگه من میام در مورد ببخشید روابط تجاری صحبت میکنم، از این طرق میاد صحبت میکنه. من فکر میکنم این یه چیزی که جمهوری اسلامی داره بیشتر این کارو میکنه. هرگز
بله اینو اولا همین توییت معصومه ابتکار، خب معلوم این اینا از قبل برنامه گذاشتن مخفی نگه داشتن، خب میدونن عکس العمل وسیع توسط اپوزیسیون، توسط فعالین مثل شما، مثل حزب کمونیست کارگری صورت میگیره و این همین خودش قدرت اپوزیسیون سرنگونی طلب یا آزادی خواهان رو میتونه نشون بده. اما شما به عنوان آخرین سوال، چه اقدام مشخصی در رابطه با همین کار و آوردنش، دزدکی آوردنش و در واقع دزدکی فراری دادنش، شما چه اقدامات مشخصی علیه دولت سوئد خواهید کرد و چه فراخوانی به ایرانیان خارج و ایرانیان در مقیم سوئد دارید؟ بفرمایید. ببینید، اولا درست میگه، این خودش عقب نشینی جمهوری اسلامی که نه در مورد آوای نه در مورد ابتکار هیچ کدومشون اطلاعی رو به بیرون نداد، بلکه یک توییت شخصی از طرف خود معصوم ابتکار بود. ولی در این حال من فکر میکنم ما خودمون به محض اینکه امروز مطلع شدیم سریعا اطلاعی دادیم و سریعا کلیپ هایی درست کردیم که بتونیم از اون طریق مردم رو مطلع کنیم، فراخوان دادیم که اعتراض بکنن به دولت سوئد، در دست اقدام داریم که نامه دولت سوئد بفرستیم و مشخصا اولا محکوم کنیم، دوما بگیم که شما باید فشار بیارین که فعالین حقوق زنان باید از زندان آزاد بشن. ببینید، سوئد کشوری هستش، حالا مشخصا استکهلم، تعداد فوق العاده زیاد ایرانی در اونجا وجود داره. به نظر من جای این هستش، همین امروز معصومه ابتکار اومده که همین فردا در مقابل وزارت خارجه دولت سوئد باید تظاهرات باشه، باید تجمع بشه. همه ما که نگران گروخ ایرانی و تمام زندانیان سیاسی هستیم، نگران رامین حسین پناهی هستیم که هر لحظه ممکنه اعدام بشه، به نظر من جا داره از این موقعیت استفاده کنیم و سریعا تجمع کنیم. خود کمیته زندانیان سیاسی با نامه نوشتن و اعتراض کردن به دولت سوئد و فراخوان دادن تظاهرات این کار رو خواهد کرد، ولی این چیز خیلی فوری هستش و من از همه عزیزانی که اونجا هستم ازشون میخوام اگر در سوئد نیستین، ایمیل وزارت خارجه دولت سوئد خیلی به راحتی روی اینترنت هستش، حتی با دو خط نامه بنویسین، بگین که صدای گروخ هستین، صدای آتنا هستین، بگین که باید این محکوم بشه، حق ندارن سران جمهوری اسلامی رو بیان روی میز باهاشون خوشوبش بکنن در مورد وضعیت زنانی که در زندان دارن زیر شکنجه و در اثر اعتصاب جونشون رو از دست میدن. خیلی ممنون شیوا محبوبی که در نگاه روز ما شرکت کردید. بله، بینندگان عزیز، نگاه روز رو با شیوا محبوبی، سخنگو و مسئول کمیته برای آزادی زندانیان سیاسی رو داشتیم. امیدوارم شما هم اقدام کنید در ایران و در خارج ایران علیه سیاست های مماشات طلبان دولت های غربی و در مبارزه با علیه جمهوری اسلامی بیش از همیشه کوشا باشیم. شاد و موفق باشید.